توی چند روز اخیر کلی خبرهای جذاب و جالب توی دنیای گیم منتشر شده که توی این ویدیو قراره در موردشون صحبت بکنیم، از PS6 بگیر تا رزیدنت ویل 4 ریمیک که قراره فروردین بیاد. پس آخر ویدیو همراه من باش. بفرمایید. سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. هکتور هستم، با امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا همونطور که میبینید من همه جام سوراخ سوراخ شده، تقریبا 10-12 روزی رو درگیر کرونا و بیماری های مزخرف دیگه و ویروسی و از اینجور چیزا بودم که کمتر توی دنیای گیم سر میزدم، به خاطر اینکه داشتم با انواع اقسام ویروس ها میجنگیدم، آنتی ویروس رو خودم نصب کردم. توی چند روز اخیری که حالا من حالم زیاد جالب نبود، استیت آف پلی سونی برگزار شد که قراره امروز بهش یه نگاهی بندازیم. همینطور یه خبر جذاب در مورد PS6 اومده که میخوام در موردش صحبت بکنم و اخبار دیگه‌ای که از دنیای گیم میخوام در موردشون دونه دونه صحبت بکنم. اول از همه بریم سراغ استیت آف پلی سونی. استیت آف پلی سونی شروع شد و مشخصاً باید به VR 2ش میپرداخت که پر از بازی‌های VR 2 بود، از هورایزن گرفته استار وارز و رزیدنت ویل 8 ویلج که قراره برای VR 2 منتشر بشه. یه سری بازی دیگه هم معرفی شد که وسط مسطا میتونیم تصاویر بازی‌ها رو ببینیم. بعدش یه سری چرت و پرت معرفی شد که اکثراً بازی‌های ایندی گیمز بود که حالا خیلی ها طرفدارش هم، من خودم یکیشونم، ولی در کل ناره. بعدش استریت فایتر 6 اومد وسط که 3 تا کاراکتر جدید از جمله 2 تا گوگلی که خیلی یکیشون یه گوگلی انگلیسی بود که خیلی مبارزه قدری بود و همینطور یه گولاخی هم بود اون وسط که فکر کنم دیده بودمش، تو تیکن دیده بودم، شبیه اون بود. استریت فایتر 6 هم با 3 تا کاراکتر جدید اومد توی استیت آف پلی که بگه ما هم هستیم و فکر نکنیم فقط تیکن 8 داره بیاد، و همینطور مورتال کمبت 12 که سر صداش در اومده، خبری ازش نیست البته، ولی احتمالاً مورتال کمبت باید باشه چون از اینجاستیس کلا خبری نیست. و بعد از اون رزیدنت ایول 4 ریمیک یه تریلر 1-2 دقیقه‌ای پخش کرد، کل استیت آف پلی رو جمع کرد، همه چی چرت و پرتایی که دیده بودیم رو شست برد. یعنی این بازی همه جوره داشتش جور استیت آف پلی رو میکشید. یه مقدار از گیم پلی بازی رو دیدیم که داج موومنت های جدید به بازی اضافه شده بودن، یه سری اسلحه های جدید اضافه شده بودن، یه سری اسلحه ها هم که خب همون تو رزیدنت ویل 4 اصلی بودن که بازم هستن. رفتیم قلعه سالازار، اونجا یه صحبتی با دوستان داشتیم. بعدش هم که تریلر گیم پلی رزیدنت ویل 4 تموم شد، سویساید اسکواد اومد که سازندش راکستیدیه، سازنده عناوین آرخام، یعنی آرخام اورجینز، آرخام اسایلوم، آرخام سیتی، آرخام نایت، که همه آرخام ها خیلی خارخام بودن، یعنی بتمن ها فوق‌العاده بودن. آرخام اورجین یه مقدار پایین تر بود ولی بقیه شون مخصوصا آرخام نایت و آرخام سیتی فوق‌العاده بودن. یه تریلر چند ثانیه ای از سویساید اسکواد پخش شد، بعدش سازنده ها اومدن مزخرفات خودشون رو بلغور کردن در مورد این بازی. الان بهتون میگم که چرا من با این بازی مشکل دارم و جبهه گرفتم. این بازی آنلاین سرویس هستش، یعنی شما پول یه بازی کامل رو میدید، بازی رو میخرید، بعد تازه میرید تو بازی باید بتل پس هم بخرید، بعد تازه اگه وصل بشه با این وضع اینترنت، من یه دست کالاف نمیتونم آنلاین بازی بکنم، چه برسه بخوام با سرورهای EA که راک استودی مال EA بود دیگه، نه وارنر برادرز. امیدوارم که سروراش حداقل کار بکنم ما بازی رو تجربه بکنم، ولی خب قراره یه بازی کوآپ باشه با حضور کاراکترهای اصلی که ددشات هستش، هارلی کوین هستش، یه بزغاله دیگه و شارک کینگ، کینگ شارک زشته کوسه،
اوشون شخصیت منفی های بازی فلشه، سوپرمن، بتمن، همه خوبا بد شدن، همه بعدا خوب شدن. کل بازی هم که همش تیر و تفنگ بود بیشتر تا ابیلیتی های مختلف. بریم سراغ اخبار بعدی، یعنی PS6. طبق اخباری که توی ردیت پخش شده، آقای مارک سرنی که دیزاین کانسلر و کانسنتل دریلر سونی اینتراکتیو هستش و روی دیوکیت های مختلف سونی، یعنی PS2, PS3, PS4, PS5 مشاور و طراح بوده و همینطور روی بازی های مختلف اگزیکیتیو پرودوسور بوده، که میشه گفت تهیه کننده یه جورایی. بازی های خیلی خفنی مثل رچت اند کلنک، کرش باندیکوت، اسپایدرمن مارز مولالس، همه اینا رو آقای مارک سرنی یه انگشتی کردن توش، که قراره طراحی و معماری PS6 رو به ایشون بسپارن و ایشون داره کاراشو البته انجام میده. از اونجایی این خبر قوت گرفت که یه سری منابع گفتن این اخبار و اطلاعاتی که در مورد سخت افزار جدید سونی در اومده با دیوکیت یا همون طراحی سخت افزاری و حتی نرم افزاری PS5 متفاوته. این یعنی چی؟ یعنی که ما داریم یه کنسول جدید میسازیم، نه PS5 اسلیم، نه PS5 پرو، یعنی PS6. قطعا من دنبال اخبارش هستم. اگر خبر جدیدی منتشر بشه توی ویدیوهای دیگه در موردش صحبت میکنم. اخبار بعدی که ما توی این چند روز شاهدش بودیم، انتشار بازی وولانگ بود که روی کنسول اتفاقا نمایش خیلی خوبی داشت، ولی روی PC مثل اینکه بد ریده، در حدی که شما با کارت گرافیک 3060 10 تا 15 فریم ریت میگیرید. یعنی بازی، مثلا میگم ریترنال با اون گرافیک بزرگ و شلوغش 60 فریم راحت رو 3060 اجرا میشه، ولی وولانگ 10 فریم اجرا میشه. دوستانی که نمیدونن وولانگ چه بازی هستش، یه بازی مخلوط ترکیب پر روی سکیرو و نیو هستش که شاهد هستیم از بچه های تیم نینجا که معلوم چه غلطی میکنن، به جای نینجا گیدن نشستن دارن وولانگ میسازن. من انتظارم بیشتر بود از این بازی، ولی مثل این که ریده. البته رو PC، روی کنسول من خبرها رو داشتم میخوندم، عموماً میگفتن که چرا بازی فقط یه حالت تکراری مانند میگیره و سعی کرده که نیو و سکیرو رو قاطی کنه. کلن بکشید بیرون از سولزبورن و سولزلایک و سولز جماعت، حالمون به هم خورد. از بس که جایزه میدن به این الدر رینگ و سکیرو و دارک سولز و این مزخرفات، اینا هم هی میزنه بالا هرتون که ما هم میخواییم این چرت و پرتا رو بسازیم جایزه ببریم. اون احتمالا نفوذی داره بهش جایزه میدن، و یعنی کی به همچه آشغال جایزه میدن. بریم سراغ خبر بعدی. قلبم گرفت اینقدر عصبی شده. خبر بعدی در مورد اسکوار اینیکس هستش که آقای یوسودا ماکتوسا، ببخشید، آقای پشما، آقای یوسوک ماتسودا، رئیس شرکت اسکوار اینیکس، از سمت خودش کناره گیری کرد و گفت من دیگه نمیتونم، زیر دلم درد میکنه، و جای خودش رو با آقای تاکیشی کیریو که رئیس جدید اسکوار اینیکس هستن، که گفتن که من با ایده های جدید و خلاقیت های بسیاری اومدم، از اسمش معلومه که چه بلایی قراره سر اسکوار اینیکس بیاد. امیدوارم که تر نزنن به فاینل فانتزی 16. مرسی. و همینطور بازی توم ریدر رو باید ببینیم که چه بلایی سرش میاد. آخری شادو آف توم ریدر بود، بد نبود، ولی در کل من انتظار بیشتری داشتم از این بازی. آیا این خبرهایی بود که توی این هفته ای که من به گار رفته بودم منتشر شده بود، که گفتم که شما هم یه آپدیتی از این موضوعات داشته باشید. از این به بعد سعی میکنم ویدیوها رو بیشتر بذارم. اگر ایده ای به ذهنتون میرسه
و نظری در مورد ویدیوهای بعدی دارید، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. ایده‌هاتون رو میخونم و حتما ویدیوهاشون میکنم. منتظر کامنتاتون هستم. لایک و سابسکرایب و این زنگوله منگوله ها رو هم به زحمت بزنید که وضع کانال خیلی خرابه. دم همتون گرم، امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. اول به فکر خودتون باشید، ولی فقط به فکر خودتون نباشید. یا حق.